آب مگه چیه؟ آقا چراغ نخواستین، زیر سازی نخواستین، جوی جدول نخواستین. آب مایه حیاته. بدون آب میتونید شما یه روز تحمل کنید؟ فریاد تشنگی خوزستان هنوز به گوش میرسد. دامها تلف شدند، زمینها سوختند و مردمان خانه و دیار را ترک میکنند. مدت هاست کارشناسان محیط زیست درباره مدیریت منابع آب و خشکسالی در ایران هشدار میدهند. ابراهیم رئیسی که با وعده حل مشکلات خوزستان دوره ریاست جمهوریش را آغاز کرده، اما در سفرهای استانی به پروژه های سدسازی و شتاب بخشیدن به آنها تأکید دارد. این پروژه های نیمه تمام مثل سدهایی که ساخته شده، ولی این سدها یه بخشی از کار انجام شده، یه بخش قابل توجهش مونده. 10 سالم گذشته، 8 سالم گذشته یا بعضی از سدها بیشتر، ما تصمیم گرفتیم که سریعاً انشالله این سدها و این پروژه های نیمه تمام انشالله به یک سرانجامی برسه. تأکید بر اجرا و سرعت بخشیدن به پروژه های سدسازی از سوی رئیس جمهوری، آن هم در حالی که کارشناسان محیط زیست درباره ساخت این سدها و پروژه های انتقال آب هشدار دادند. در دولت 13 و در دولت آقای ابراهیم رئیسی، اساساً رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خودشون از بخشی از حاکمیت اومدن که این بخش از حاکمیت هم پیمانکار پروژه های در واقع سدسازی و انتقال آب هست، هم بهره بردار از این پروژه ها هست. خب مشخص است در یک همچین شرایطی هر آنچه که گفته میشه در این خصوص که دولت ها نظارت میکنن، حقابه خوزستان رو پرداخت میکنن، حقابه کوکیلوه بوی رحمت چهار محال بختیاری رو از محل آبروها پرداخت خواهند کرد از سرچشمه این آبها، خب اینا محقق نخواهد شد، به خاطر که منافعی کلانتر از آنچه که در شعارها به اون اشاره میشه در میان هست. اینجا محل ساخت سد تنگه سرخ در استان کهگیلویه و بوی رحمت است، استانی که به گفته ابراهیم رئیسی 10 میلیارد متر مکعب آب دارد و این سد یکی از پروژه هایی است که قرار است با حجم مخزن 125 میلیون متر مکعبی و انحراف آب رودخانه بشار قسمتی از آب استان فارس را هم فراهم کند. آقای رئیسی پیشتر در سفر به استان ایلام از اجرای سد کنجانچم هم بازدید کرده بود. سدی که همچون سد تنگه سرخ مجری ساخت آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است. حالا از قرارگاه خاتم الانبیاء متشکریم، از عزیزانی هم که کار رو تا حالا دنبال کردن و مدیر محترم پروژه، از بخش جهاد کشاورزی، بخش نیرو زحمت کشیدن. حضور وزیر کشاورزی و وزیر نیرو در سفرهای رئیس جمهوری، بازدید از پروژه‌های سدسازی و تخصیص بودجه برای سرعت بخشیدن به آنها، بودجه‌ای که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران مهمترین پیمانکار ساخت پروژه‌های سدسازی در سرشاخه‌های کارونه، یعنی حداقل در 3 پروژه در استان کوهکیلویه و بوی رحمت، در استان چهارمحال و بختیاری و در استان لرستان، سدهایی که در حال ساخت هست پیمانکارشون قرارگاه سازندگی خاتم هست. خب این قرارگاه در بحث انتقال آب و در پروژه های دیگه‌ای که مربوط به این حوزه است هم یکی از بازیگران اصلی هست. در واقع ما اگر بخوایم بدونیم که در جمهوری اسلامی مافیای آب وقتی در مورد صحبت میکنیم چه اضلاعی داره، یک ضلعش قرارگاه خاتم. مافیای آب، آنچه سرنوشت سرزمینی سوخته و پر آتش را رقم میزند، دستهای پنهان که به جای مدیریت منابع آب تنها در تأمین منافع خود میکوشند، با ساخت بیرویه سدهای غیر علمی، پروژه های انتقال آب و صنایع پرمصرف آبی. آیا چهره پنهان آن در دولت ابراهیم رئیسی نمودار شده؟ یه مقدار آب شوره، آب شورم باش قاطیه، اومدم اینو بستن. آخه این چه کاریه؟ چه طرحی؟ کدوم مسئول وجدانش قبول میکنه که یک کشاورز دارندار خودش 4 میلیون 5 میلیون هزینه کنه اینو به کاره، بعد یه هفته بیان آب قطع کنن؟ خب چه گناهی کرده؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.